سلام خدمت همراهان همیشه کانال زرد تیوی، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید و حالتون خوب باشه. متاسفانه با خبر شدیم محسن قاضی مرادی، بازیگر و هنرمند خوب کشورمون، دار فانی رو ودا گفت. این بازیگر خوب کشورمون توی سن 79 سالگی توی تاریخ 25 فروردین ماه 1400 توی منزل خودش بر اثر بیماری پارکینسونی که از سالها قبل بهش مبتلا بود درگذشت. قاضی مرادی 79 سال سن داشت و از سال 1351 با فیلم حسن سیاه کارش رو توی سینما آغاز کرد. اون همسر مهوش وقاری دیگر بازیگر خوب سینما هستش. قاضی مرادی معلم بازنشسته آموزش پرورشه و عمده فعالیتش هم برمیگرده به سالهای بعد از بازنشستگی خودش توی آموزش پرورش و توی دهه 70 و 80 و اوایل دهه 90 شمسی حسابی فعال بودش، ولی به خاطر پیشروی بیماریش متاسفانه نتونستش که توی سالهای پایانی دهه 90 فعالیت زیادی داشته باشه و توی این سالها یه جورایی زمینگیر شد و همسرش مهوش وقاری هم چون که داشت 24 ساعت پرستاریش میکرد خیلی فعالیت هنری جفتشون توی این سالها نداشتن. آخرین فعالیت هنری این هنرمندم برمیگرده به سریال هیولا که توی اون سریالم شرایط جسمانی مناسبی نداشت و روی ویلچر رو بدون اینکه دیالوگی بگه توی این فیلم حضور داشت. بیماری پارکینسون محسن قاضی مرادی توی سالهای 1382 شروع شدش و توی همون سالها علت لرزش دستایی که توی فیلمهای مختلف داشتش همین بیماری بودش و این بیماری کم کم گسترش پیدا کرد و توی نیمه دوم دهه 90 تقریبا این بازیگر رو خونه نشین کرد. این بیماری به این صورته که عضلات و ماهیچه های بدن رو به صورت ذره ذره ضعیف میکنه، جوری که کم کم به فلجی کامل میرسه و نمیتونیم فعالیت های بدنی زیادی داشته باشیم. محسن قاضی مرادی توی حدود 50 سال فعالیت هنریش توی ده ها فیلم سینمایی، سریال و تئاتر مختلف بازی کردش که اغلب فعالیت‌های هنری اونم توی فیلم‌ها و سریال‌ها و تئاترهای طنز بودش و از سال 51 تا حدود سال 98 فعالیت هنری این هنرمند ادامه داشتش که بخشی از فیلم‌ها و سریال‌ها و تئاترهایی که این بازیگر خوبمون بازی کرده رو داریم با هم دیگه می‌بینیم. بیشتر فعالیت هنری این بازیگر مربوط میشه به بعد از سال 65 که توی آموزش پرورش بازنشست میشه این بازیگر. توی اون سالها فعالیتش رو توی چند تا تئاتر شروع میکنه، بعدش توی اوایل دهه 70 فعالیتش توی قالب سریال های تلویزیونی و با سریال نارونه در کنار همسرش آغاز میکنه. تا حالا هم توی ده ها فیلم و سریال در کنار همسرش همبازی بوده. توی دهه 80 هم توی سینما و هم توی سریال های تلویزیونی حسابی پرکار بودش. اما محسن قاضی مرادی علاوه بر فعالیت بازیگری علاقه زیادی به صدف و گوشمایی داشت و توی سفرهای مختلفی که به مناطق مختلف ساحلی انجام میدادش صدف و گوشمایی‌های زیادی رو جمع می‌کرد و تابلوها و آثار هنری بی‌نظیری رو با این صدف و گوشمایی‌ها می‌ساخت که از تابلوهای صدفی اون چندین نمایشگاه هم برگزار شدش. این بازیگر خوب کشورمون توی شامگاه 25 فروردین 1400 بر اثر عوارض بیماری پارکینسونی که داشت دار فانی رو ودا گفت. روح شاد باشه و توی آرامش باشه. ممنون که این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید. خوشحال میشم از ما حمایت بکنید و این دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو روش کلیک کنید. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و توی کامنت ها نظرتون رو راجبش بنویسید. ممنون از وقتی که گذاشتید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم یکی از این دو ویدیو رو هم تماشا کنید.